سلام دوستان، فراز هستم با یه برنامه دیگه از باید بدانیم با شما هستم. در این برنامه از باید بدانیم به زندگی نسرین مقانلو بعد از فوت پسرش میپردازیم. اما قبل از هر چیز در این قسمت زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما روی زنگوله کلیک کنید. پنجشنبه 7 مهر بود که ارشیا پسر بزرگ نسرین مقانلو در خونه شخصیش جان باخت. نسرین مقانلو صاحب دو فرزند پسر به نامهای ارشیا و آریان بود. هر دو پسر متولد آمریکا و بزرگ شده و تحصیل کرده اونجا بودند. در مراسم خاکسپاری ارشیا خلیلیان هنرمندان بسیاری حضور داشتند. نخستین بررسی ها نشون میده پسر نسرین مقانلو از مدتی قبل در آمریکا تحت درمان بوده و روز حادثه بعد از مصرف داروهاش برای استراحت به اتاق خواب رفته بود. اما دقایقی بعد وقتی مادرش به داخل اتاق رفت متوجه شد او دچار حالت تهوع شده و حال خوبی نداره. بلافاصله با اورژانس تماس میگیره و زمانی که امدادگران راهی خانه اون میشن بعد از معاینه اولیه در میابند که وی جان باخته. بررسی های اولیه متخصصان پزشکی قانونی احتمال مسمومیت دارویی رو علت مرگ پسر خانم بازیگر اعلام کردن. با این حال بازپرس شعبه سوم دادسرای امور جنایی تهران دستور انتقال جسد به پزشکی قانونی برای سمشناسی و بررسی نمونه ها از سوی متخصصان تشخیص هویت، تحقیق از خانواده ارشیا و بررسی سوابق بیماری و پرونده بالینی اون رو صادر میکنن. چهره شکسته و غمناک نسرین مقانلو این روزها در فضای پر از اعتراضات اخیر در کشور در سکوت خبری فضای مجازی همچنان پربازدیده. او در پستی اینستاگرامی متنی تلخ منتشر کرد و نوشت: ارشیا جانم نیستی، اما همه جای زندگیم یاد توست، در خیالم جاری، در نوشته هایم پنهان، اما من تو را کنارم میخواهم، دقیقاً جایی که باید باشی ولی ندارمت، دلتنگتم مادر. او همچنین در ادامه نوشته: ارشیا پسرم، اسمت مثل قلبت بزرگ بود و این دنیا برات کوچک و تنگ. دو هفته شد که ندیدمت، دلتنگتم مادر. انگار هزار سال گذشته، هیچ وقت نبودنت را باور نخواهم کرد. تو همیشه در من زنده خواهی ماند تا ابدیت. جایگاهت بهشت است و فرشتگان خدا مراقبت خواهند بود، پسر خوش قلبم. چون با قلب زیبایت پذیرای همه بودی، به همه عشق و مهربانی را هدیه می کردی و این نشان از روح بزرگت داشت. این دنیا برات کوچک بود، دلبند مادر. به قول خودت مرگ زیباست و دارای صلح الهی است. همیشه با منی، تو تکه ای از وجود من باقی خواهی ماند. دیگه مجبور نیستی هر سال این همه پرواز خسته کننده داشته باشی و بیای پیش من، چون تو برای همیشه پیش من موندی و آرام گرفتی. نسرین مقانلو سالها قبل با کمال خلیلیان، فوتبالیست سابق تیم‌های ملی فوتبال، قهرمان جوانان آسیا و عضو باشگاه‌های گمرک اهواز، پاس و تاج ازدواج کرد و ثمره زندگی مشترک اونها دو فرزند به نام‌های ارشیا و آریان بود. خانم مقانلو در ابتدای مسیر بازیگری خودش ازدواج کرد و به همراه همسرش راهی کشور آمریکا شد. اما به دلیل علاقه بسیار خود به حرفه بازیگری، چند سال بعد از به دنیا آمدن فرزند دوم خودش با حمایت همسرش به ایران رفت و آمد کرد و در فیلم و سریال های تلویزیونی نقش آفرینی کرد. خانواده نسرین مقانلو در آمریکا زندگی می کردن. برای دیدار با خانواده‌اش یا او به آمریکا میره یا خانواده‌اش به ایران می اومدن. نسرین مقانلو فعالیت خودش رو با فیلم امید در سینما آغاز کرد و با بازی در فیلم همسر بیشتر مورد توجه قرار گرفت. وی بعد از بازی در فیلم نابخشوده چند سالی رو خارج از کشور گذروند. وی سپس به ایران بازگشت و بازی در سینما و تلویزیون رو ادامه داد. بازی در فیلم مهمان مامان وی رو به عنوان یک بازیگر توانا مطرح کرد. خانم مقانلو گفته: ماجرای ازدواج من سر فیلم همسر آقای فخیم‌زاده بود که به خاطر اسمش سرنوشت من رو رقم زد و در همون گیرودار ساختش بودیم که برای خواستگاری از من به منزلمون اومدن و بعد از 5-6 سال کار مداوم در عرصه‌های مختلف با همسرم ازدواج کردم و به آمریکا رفتیم. البته سالی یه بار به ایران می اومدم و به صورت ناپیوسته کارهایی انجام می دادم.
مثل کار نابخشوده مرحوم ایرج قادری که انگام بارداری پسر بزرگم اتفاق افتاد، یا فیلم بن‌بست ساخته اصغر نعیمی که با فرهاد اصلانی و دکتر عزیزی بازی کردم. ازدواج فرصتی برای امتحان کردن خودم با ازدواج بود. عاشق شدم و با خودم فکر کردم این بهترین فرصت برای امتحان کردن خودمه که آیا میتونم مدتی از اون چه دوست دارم دور باشم یا نه. اون 10 سال خیلی به من سخت گذشت. بسیار دلتنگ بودم. خیلی شبها مینشستم برنامه چشم‌انداز رو میدیدم. همکارانم رو نگاه میکردم و گریه میکردم. 10 سال پیش بالاخره تصمیم گرفتم با همسرم صحبت کنم و میزان دلتنگی و علاقم به کار رو به اون گفتم. خوشبختانه اون هم قبول کرد و به همراه بچه ها به ایران برگردیم تا بتونم بدون دغدغه و استرس به کارم برسم. فیلم دختری در قفس ساخته ی آقای صلح میرزایی اولین فیلمم بعد از اون دوران بود و بعد از اون برای بازی در سریال مسافری از هند از من دعوت شد. نسرین مغانلو زاده یکم تیر 1347 در تهران هنرپیشه ایرانی بود. خانم مغانلو فعالیت خودش رو با فیلم امید در سینما آغاز کرد و با بازی در فیلم همسر مورد توجه قرار گرفت. او فعالیت خودش رو با نقش کوتاهی در فیلم دو نیمه سیب به کارگردانی کیانوش عیاری در سال 69 آغاز کرد. در واقع با فیلم سینمایی امید به سینمای ایران معرفی شد. خانم مغانلو بعد از اون در فیلم نابخشوده و بعد به سینمای ایران بازگشت و بازی در سینما و تلویزیون رو ادامه داد. اما او در پستی اینستاگرامی بعد از فوت پسرش نوشت: بس که دوست داشتی ایران بمونی، اومدی پیشم و همینجا ازم جدا شدی و موندگار شدی تو همینجا و رفتی به سفر ابدیت. فکر منو نکردی که وجودم به وجودت بسته بود. هرشیا پسرم رفتی، اما منو هم با خودت بردی. داغت اینقدر رو دلم سنگینه که شکستم. با رفتنت من هم مردم پسرم. منتظرم باش مادرت به زودی پشت سرت میاد پیشت. جا توی بهشت عزیز مهربونم. راهت روشن پسر خوش قلبم. بی تو دیگه مادرت آرام نیست، اما تو آرام بخواب. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون.